چه تعداد از عبارت های زیر سعی هستن خب بریم سراغ از این سوالا که تو همه آزمون ها هست میگه همه گزیناتو بررسی کن ببین کدوماش درسته کدوماش غلط خب میای میگیم که الف هر لوزی لزوما یه مربعه آیا درسته یا نه همه لوزی ها مربع نه ببین اینجا کسی موفقه تو این سوال کسی موفقه که تعریف همه چارزلیا رو بلد باشه خب من خودم خیلی کم دیدم دانش آموزی که تعریف چارزلی ها رو به صورت کامل بلد باشه یعنی وقتی میگی لوزی به یاقا آقا لوزی یک چهارزلی هستش که چهار تا زل برابر داره قطرهاش هم عمود منصف هم دیگه این تعریف کامل لوزی وقتی میگی مربع میگی چهار تا زل برابر رو داره مثل لوزی اما چهار تا زاویه قائم هم داره وقتی میگی مستطیل میگی چهار تا زاویه قائمه رو داره اما چهار تا زلش برابر نیستا، دو تا زل رو به برابرن و با هم موازی متوازی و لازم تعریفش چی میشه فقط از لا رو رو با هم موازی و مساوی همینایی که گفتم نه یه جمله زیادتر نه یه جمله کمتر خب اینا میشه تعریف چهار زلیا پس حالا اگه یه لوزی داشته باشی که زاویش نود نباشه مثلا این لوزی خب چهار زلش برابره یه زاویه داره مثلا برابر با 160 درجه یه زاویه داره برابر با 20 درجه میدونیم زاویه روبرو رو برابرن و زاویه کناری هم مکمل هم دیگر. این یه لوزیه آیا هر لوزی یه مربع نه چرا چون مربع علاوه بر اینکه چهار تا زلش مثل این برابره باید چهار تا زاویه‌ش هم قائمه باشه ولی اینجا چهار تا زاویه قائمه نیست پس گزینه اولمون غلطه گزینه دوم متوازی و که یک زاویه قامه داشته باشد لزوما مربع خوب میگه یه متوازی و داریم این متوازی و یعنی فقط روبرویی روبروی یا مساوی موازی حالا میگه همینو این کجکیه رو یه خورده صافش کن فرض با چوب درست کرده اینو یه همچین چیزی میشه آیا اینو اگه زاویه قائمه بهش بدی نمیتونه مستطیل بشه آیا حتما مربع نه میتونه مستطیل باشه پس دومی هم غلط سومی هر لوزی که قطرهای برابر داشته باشد مربع است خب میدونیم تو لوزی همینجا شکلشو کشیدیم دیگه قطرها برابر نیست حتی اونا که خیلی حواسشون جمع به همه جا فرمول مساحت لوزی هم بلدن میگن آقا مساحت لوزی میشه قطر کوچک ضرب در قطر بزرگ تقسیم بر دو خب. یعنی قطر کوچک قطر بزرگ داره یعنی قدرش با هم برابر نیست حالا اگه اتفاق بیفته لوزی پیدا بشه که قطرهاش با هم برابر باشه دقیقا میشه مربع یعنی گزینه سوممون داره درست میگه اما گزینه آخر میگه که هر متوازی ازلا لزوما دو تا خط تقارن داره این متوازی ازلا تنها شکلی که خط تقارن نداره اما مرکز تقارن داره متوازی ازلا اینو یک جمله خیلی نکته داریه که تو همه سوالای آزمونا هم میاد متوازی الاضلاع شکلیه که خط تقارن نداره محور تقارن نداره ولی مرکز تقارن داره این که میگه متوازی از دو تا خط تقارن داره لزوما مشخصه که غلطه چند تاش درست شد یه دونه یعنی کدوم گزینه گزینه شماره دو